سلام، من علی قودم و دعوتتون میکنم به تماشای 23 برنامه باکس آفیس کلوت. در این برنامه هم تازه‌ترین اخبار سینمای جهان رو با هم مرور میکنیم و نگاه میندازیم به جدیدترین تیزرهای فیلم‌ها و سریال‌ها. نگاهی هم خواهیم انداخت به آمار فروش گیشه سینماهای آمریکای شمالی در 42 هفته سال 2022. Where I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man. در ابتدا سراغ دنیای مارول بریم. تیزر مرد مورچه‌ای و زنبور، قلمرو کوانتوم منتشر شد. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. اسکات لانگ بار دیگه به قلمرو کوانتوم خواهد رفت. دنیایی از ناشناخته‌ها و این بار البته در این جستجو تنها نخواهد بود. سیو ما رو به دنیاهای مختلف خواهد برد. مرد مورچه‌ای هم مأموریت خودش رو در همین مسیر پیش می‌بره. پیش بینی میشه مرد مورچه‌ای و زنبور کوانتومانیا 17 فوریه سال 2023 اکران شه. What's it gonna be? چشم آبی کم رنگ چشم ژانویه آتی اکران خواهد شد. یه درام جنایی که راز قتل یک دانشجوی افسری ارتش آمریکا رو دنبال میکنه. کارگاه خسته آگوستوس لاندور باید راز این قتل رو از لبهای بسته دیگر دانشجویان افسری بیرون بکشه و در این میان یک یار کمکی خواهد داشت، ادگار آلن پو. تیزری هم ببینیم از فیلم هواپیما. یه خلبان ناچار میشه در شرایط طوفان هواپیمای خودش رو فرود بیاره، اما هواپیما وسط یه جبهه جنگی به زمین نشسته و حالا باید دنبال راهی برای نجات از این مخمصه جدید باشن. Listen carefully. This is an emergency. I'm Captain Brody Torrance. این فیلم هم 27 ژانویه آتی اکران خواهد شد. I like this guy. Special people. 18 نوامبر شاهد اکران تاروس خواهیم بود. یه نوازنده نوظهور به دنبال یافتن الهامی برای ضبط آهنگ بعدی خودش رو به اعماق خلاء هل میده. داستانی درباره شهرت، اعتیاد، فرایندهای هنری و صنعت موسیقی و البته داستانی به شدت هشدار دهنده. I can't watch him every minute. I don't get why I'm like this. تیزری می‌بینیم از فیلم ترسناک لانه. هواپیمای یک خلبان نیروی هوایی سلطنتی بر فراز افغانستان سقوط می‌کنه و او در پناهگاه زیرزمینی و متروک پناه میگیره. اما این خانم خلبان اونجا با یک سلاح بیولوژیک مرگبار روبرو میشه و این موجودات نیمه انسان نیمه بیگانه رو بیدار میکنه. لانه 18 نوامبر اکران خواهد شد. یک 800 داغ شب هم به استریم های آنلاین اومد. تامی در 15 سالگی والدینش رو در اثر سوء مصرف مواد مخدر از دست داده. او با راهنمایی یک اپراتور جنسی تلفنی میخواد سیر عجیبی رو در زندگیش با آزمون بذاره. البته در این مسیر دوستانش استیو و اونیل هم همراهیش میکنن. انیمه 5 قلوها پس از اکران موفق در ژاپن به استریم ها اومد. از میون 5 خواهر ناکانو یکیشون باید توسط اوسوگی به عنوان برنده جشنواره فرهنگی انتخاب شه، اما مسئله اینه که این رویداد به عروسی او با یکی از اونها در آینده منجر خواهد شد.
of her grace. 25 دسامبر شاهد اکران موزیکال ماتیلدا خواهیم بود. I believe you're a genius. اقتباسی از سانتر موزیکال برنده جایزه تونی و اولیویه. ماتیلدا داستان دختری خارق‌العاده رو روایت میکنه که بسیار تیزهوشه و تخیلی روشن داره. او داستان زندگی خودش رو با کمک تخیلش تغییر میده تا نتایجی معجزه‌آسا بگیره. You just said no to me. Prometheus. You think the passengers, they're still alive? سریال 1899 هم به زودی از نتفلیکس پخش خواهد شد. Capitan, we paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detours. یک کشتی بخار مهاجران را از اروپا به آمریکا منتقل می‌کنه. مسافرانی از سرزمین‌های مختلف با امیدها و آرزوهاشون برای قرن جدید آماده میشن. اما سفر اونها زمانی که کشتی مهاجر دیگه‌ای رو سرگردان در دریا پیدا می‌کنن به طور غیر منتظره‌ای تغییر می‌کنه. نخستین قسمت این سریال 17 نوامبر منتشر خواهد شد. بریم نگاهی بندازیم به فروش سینماها در 42 هفته سال در آمریکای شمالی که با اکران بلک آدام تکون خوبی خورده، اما نه اون قدری که بقیه توقع داشتن. مثلث اندوه در سومین هفته اکران محدودش به جمع 10 فیلم پرفروش هفته اومده. فیلم درباره مسافران پولدار کشتی کروزه که در اثر حادثه‌ای پس از طوفان مجبور میشن به یک جزیره متروکه پناه ببرن. مثلث اندوه با فروش 912,000 دلاری در 280 سالن سینما هفته نسبتاً موفقی رو پشت سر گذاشته. Drink. Food at home. A house clean. نمایش عزیزم نگران نباش در استریم های آنلاین فروش فیلم رو 62% در گیشه کاهش داد. چند خانواده زندگی تجملاتی و شادی رو در یک آرمان شهر در دهه 1950 تجربه میکنن، اما پشت این زیبایی کارتپستالی رازی هست که میتونه به قیمت جونشون تموم شه. در پایان پنجمین هفته اکران فروش 1.2 میلیون دلاری این درام رازآلود مجموع فروشش رو به 44.5 میلیون دلار رسوند. They're really doing out there. What do you mean? Pearl, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. گیشه ها با آمستردام قهرن و جدیدترین ساخته دیوید و راسل سه پله دیگه سقوط کرده. You don't get here without things starting a long time ago. سه دوست قدیمی شاهد یک صحنه قتل هستند، اما به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند. البته افشای راز این جنایت پرده از یک توطئه شوم و تاریخی برمی داره. این فیلم پرستاره در سومین هفته اکران تنها 1,257,000 دلار فروخت تا مجموع فروشش به زحمت از 14 میلیون دلار بیشتر شه. Cuckoo's about to be trapped. Cuckoo. Sir, what are you doing? It wasn't me. دهشتناک دو با 30% افزایش فروش یه پله هم بالا اومد. یه موجود خبیث آرت دلغک رو به زندگی برگردونده و او قراره شب هالووین تومه خودش رو شکار کنه. او این بار یک دختر جوان و برادرش رو انتخاب کرده و چیزی هم جلو دارش نیست. دهشتناک دو با فروش 2.5 میلیون دلاری مجموع درآمدش رو 58.5 میلیون دلار رسوند. An evil is coming. پادشاه زن به خونه ششم پرفروش های هفته اومده. They will not stop until the whole of Africa is theirs. داستان حماسه زنانه در مقاومت مقابل استعمارگران، یه واقعه تاریخی برگرفته از ماجرای پادشاهی داهومی، یکی از قدرتمندترین قبایل آفریقا در قرن‌های 18 و 19. No kingdom in all of Africa shares this privilege.
پادشاه زن این هفته رو با 2.5 میلیون دلار فروش پایان رسوند تا مجموع فروش فیلم به 63.5 میلیون دلار برسه. Fight or we die. لایو اکشن کمدی موزیکال لای لای کروکودایل هم دو پله پایین اومد. پسر نوجوان خانواده کروکودیل سخنگویی رو در میون خرت و پرتای اتاقک زیر شیرمونی پیدا میکنه که استعداد خوبی برای آواز خوندن هم داره. کروکودیلی با صدای شان مندز. این لایو اکشن سونی پیکچرز در سومین هفته اکران 52 دهم میلیون دلار فروخت و مجموع فروش فیلم به 30 میلیون دلار نزدیک شد. فیلم ترسناک هالووین به پایان میرسد از بالای جدول به خونه چهارم پرید. در سومین قسمت این تریلوژی ترسناک قرار همون قهرمانهای قبلی ماجرا رو به پایان برسونن. فیلم با فروش 10 میلیون دلاری مجموع درآمدش رو به 56.5 میلیون دلار رسوند. Smiling at me. فیلم دلهور آور لبخند هم یک پله پایین اومد. I'm just really scared that something bad is going to happen. دکتر روز کوتر با شیوع یک بیماری عجیب روانی مواجه میشه. بیماری لبخند که برخلاف بیماری‌های روانی دیگه گویا مصریه. او برای مقابله با این بحران و درمان بیماری البته باید با چیزی در گذشته خودش روبرو شه. اسمایل در چهارمین هفته اکران 11.3 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش به 87.3 میلیون دلار رسید. فیلم رومانتیک بریتی به بهش در نخستین هفته اکران دومین فیلم پرفروش هفته بود. فیلمی با بازی جورج کلونی و جولیا رابرتس، زوجی که سالها پیش از هم جدا شدن مطلع میشن که دخترشون تو بالی قرار ازدواج کنه، پس راهی اونجا میشن تا او را از تکرار اشتباه خودشون منصرف کنن، اشتباهی که 25 سال پیش رقم زدن. بلیتی به بهشت هفته اول اکران خودش رو با 23.7 میلیون دلار فروش به پایان رسوند. فیلم ابرقهرمانی بلک آدام صدرنشین پرفروش ها بود. مردی با قدرت های خدایان مصر 5000 سال رو در مقبره خودش حبس بوده و حالا با به دست آوردن آزادی قصد داره عدالت رو به شکل منحصر به فرد خودش در زمین به جریان بندازه. فیلمی که دی سی خیلی رو فروشش حساب کرده بود نتونست رکورد خاصی از خودش به جا بذاره و در هفته اول اکران 83.5 میلیون دلار فروخت تا نگاه ها به اکران پلنگ سیاه مارول دوخته شه. You didn't come here to seek justice, to exact revenge. هفته آینده دو فیلم جدید اکران میشن که البته هیچ کدوم تهدیدی برای بلک آدام نیستن. These sessions are mandatory for all staff, Sister Anne. فیلم دلهور آور تومه شیطان اکران خواهد شد. داستان نخستین راهبه زن که برای جنگیری آماده میشه، اما در مقابل با نیروی شیطانی باید پیوندهای مرموزی که بین این شیطان و گذشته خودش هست رو پیدا بکنه. Time is now. Ronald Reagan will win tonight. What a schmuck. زمان آرماگدون هم هفته آینده در سالن‌های محدود اکران خواهد شد. داستانی درباره استحکام خانواده و مواجهه نسل‌های مختلف با رویای آمریکایی. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و قرار هفتگیمون در باکس آفیس رو فراموش نکنین. به امید روزهای شاد و آزاد.